نقش مرغ در دولت ها به قدری پررنگ شده که به یکی از ملاک های سنجش کارنامه دولت ها بدر شده. روحانی وقتی که کلید دولتش را تحویل می گرفت، قیمت مرغ مصوب 6 هزار تومان بود. اما وقتی که کلید دولتش را تحویل رئیسی می داد، قیمت مرغ تنظیم بازار چهار برابر شده بود. بیایید با همین ملاک دوره مسئولیت زینلیوند را بررسی کنیم. 21 آبان 99 زمانی که زینیون سکان اوسانداری را به دست گرفت قیمت مرغ در بازار 28 تا 30 هزار تومان بود دقیقا 25 روز بعد از این تاریخ مهرابی معاون استاندار اعلام کرد که قیمت مرغ در استان بر اساس ابلاغ ستاد تنظیم بازار کشور مشخص می شود. در آن تاریخ قیمت مرغ مصوب کشور 20400 تومان بود. قیمتی که البته هیچ وقت در استان نمود عینی نداشت. پاسخ چرایی این سوال در دی ماه تامین نهاده بود سازمان سمت گفته بود اگر 100 درصد نهاده تامین شود مرغ کرمان به 20000 تومان میرسد بهمن همان سال 100 درصد نهاده تامین شد یا حداقل جهاد کشاورزی مدعی این موضوع بود اما باز هم خبری از مرغ 20 هزار تومانی نبود نرخ مرغ در بازار به 35 هزار تومان رسید و ستاد تنظیم بازار مجوز افزایش 15 درصد دیگر قیمت مرغ را صادر کرد تا فاصله دو نرخ بازاری و تنظیم بازاری را کاهش دهد شرایط مرغ در سه ماهه بهمن اسفند و فروردین همچنان در مرحله اضطرار بود چه بهمنی که خروج مرغ با دستور استاندار ممنوع شد چه که این بحث حتی در ستاد انتخابات سرباز کرد و چه فروردینی که شایعه سرقت مرغ و برنج در شهر کرمان دست به دست میشد و افرادی مدعی بودند صف مرغ به کرونا مبتلایشان کرده ماجرای قیمت بالا و نایاب شدن مرغ تا جایی در کشور استان جدی بود که صاحب پروندهای در دادستانی شد و وقتی یک مدیر کل جهاد کشاورزی برکنار میشد پای مرغ را وسط میکشیدند اینکه در هر بازه زمانی شرایط استان نسبت به همسایگان بدتر است را باید در این گذاری یافت 80 درصد نیاز مرغ جنوب وابسته به سایر استان هاست و به طور میانگین 50 درصد از مرغ از خارج از استان تأمین می شود. این را به وضوح رتبه استان در تعداد مرغداری ها هم نشان می دهد. موضوعی که ریشه در سالهای قبل از حضور استاندار فعلی دارد. سیوم اردی بهش ماه 1400 دیگر شرایط استان رو به بهبودی می رود. از زمان فراخان و دعوت از تولید کنندگان برای صدور مجوز مرغداری ها در استان تا کنون یک واحد 15 هزار قطعی پرورش مرغ گوشتی در جیروفت افتتاح شده و یک مرکز مرغ تخگذار در برسیر حتی کرمان پا برسه تولید مرغ لاین گذاشته اکنون قیمت مصوب مرغ در کشور سی و هزار تومان است و در کرمانیس همچون سایر کلان شهرها کمتر از این نرخ صف مرغ برداشته شده و بازار به ثبات رسیده شرایطی که طبق شواهد برداشته از تصمیمات دستوری ستاد تنظیم بازار استانی نیست که یک بار توزیع مرغ را به دست پست میگذارد تا تنظیمش کند و بار دیگر به همین دلیل از او میگیرد و اقدامش را غیرکارا میخواند حالا در شروع سال 1401 قبل از اینکه ارز 4200 تومانی از نهاده های دامی حذف شود کرمان دو کمبود کم بوده مرغ شده استانی که در تامین مرغ وابسته به سایر اوسان هاست و تا کنون در جلسات تنظیم بازارش هیچ استراتژی برای کنترل بازار بعد از حذف ارز مطرح نشده و حتی تبادل نظری در خصوص شرایط تولید کنندگان مرغ استان صورت نگرفته در جلسات تنظیم بازار همان حرفهای همیشگی از سوی مسئولان تکرار می شود. مسئولانی که خود میدانند ایراد کار در قیمت تمام شده نهادهای خوراکی مرغداری ها و به صرف بودن صادرات مرغ با توجه به نرخ دلار و کشش بازارهای همچون افغانستان است. بگیر و به بندهای همیشگی هم به جز دور کلای خود چرخیدن نتیجه ای ندارد. مرزی قاضی زاده کرمان نو. برای دیدن ویدیوهای ما در یوتیوب کانال ما را سابسکرایب کنید.